در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. مگر یتیم نبودی خدا پناهت داد؟ مگر یتیم نبودی خدا پناهت داد؟ خدا که در حرم امن خیش راحت داد. هجوم جهل و خرافه، هجوم تاریکی، خدا پناه در آن دوره سیاحت داد. خدا خدا و خدا آن خدای بیمانند، همان که عصمت پرهیز از گناهت داد، همان که جان نجیب تو را مراقب بود، همان که سینه خالی از اشتباهت داد. چقدر واقعه آسمانی و شفاف خدا به یمن دعاهای سوگاهت داد. خدا که عاقبتی خیر و خوش عطایت کرد، خدا که آینه را نور با نگاهت داد. قسم به روز که خورشید شمع خانه توست، قسم به روز که خورشید شمع خانه توست، قسم به شب که خدا برتری به ماهت داد. یتیم آمدم، یتیم آمدم، ماندم، پناهم ده. مگر یتیم نبودی خدا پناهت داد؟ مگر یتیم نبودی خدا پناهت داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد كما حمل وحيا و بلغ رسالاته و صل على محمد كما احل حلاله و حرم حرامه و علم کتابه و صل على محمد كما اقام الصلاه و آت الزکا و دعا الى دینه و صل على محمد کما صدق به وعده و اشفق من وعیده و صل على محمد کما غفرت به الذنوب و سترت به العیون و فرجت به الکروب و
و صل علی محمد کما دفعت به الشقا و کشفت به الغما و اجبت به الدعا و نجیت به من البلا و صل علی محمد کما رحمت به العباد و احییت به البلا و قسمت به الجبابر و اهلکت به الفراعن و صل علی محمد کما اضعفت به الاموات و احرست به. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله زندگی هممون منبر به نور و صلوات باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. پیشاپیش تسلیت میگم ایام رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو، به شهادت امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام رو. انشاءالله زیارت مدینه منوره، زیارت بقیع شریف، زیارت مشهد و رضا در این ایام نصیب همتون بشه انشاءالله. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ایام رو خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همکاران عزیزتون عرض سلام دارم و این ایام رو تسلیت عرض میکنم. سلام باشد. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. دوستان منتظرن که به رسم شنبه ها که خدمت حاج امیر باقری هستیم از نکات لطیف سوره های قرآن بشنوند. امروز در ادامه سوره انشراح که در جلسه گذشته تفسیرش رو و شرح نکاتش رو حاج امیر باقری فرمودن و دوستان هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن و مطالب جلسات گذشته رو دریافت بکنن. ما خدمت شما هستیم و بحث شما رو خواهیم شنید. ظاهرا سوره زوها قرار هست که بشنیم. ان شاء الله خدمتتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت و علا اعدائه مجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکه توعا و تمتعه فی ها طویلا و هبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزا اندک. اجازه بدید ما پاتو کفش هستای فرهزاد بکنیم اول بحث. یه روایت صلوات. بله. بله بفهمید. این صلواتی که خونده شد در آغاز برنامه بخشی از صلواتی بود که برای نبی اکرم سلام الله علیه هست و این مجموعه این صلوات ها 14 صلوات هست از امام حسن عسکری علیه السلام برای 14 معصوم نقش. چقدر خوب. این بخشی از صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم بود. محدث قمی هم در مفاتیح الجنان این صلوات ها رو اواخر مفاتیح بعد از زیارات جامعه اونجا بله ذکر کردن و مداومت بر این صلوات ها خیلی برکت داره. خیلی. من فقط همینقدر اشاره میکنم. خیلی خوب. خیلی خوب. که توصیه کردن بزرگان به مداومت بر این صلوات ها، آدم بتونه هر روز یک بار اقلا بخونه، با توجه هم بخونه. که در واقع تعظیم در برابر شؤون نبی اکرم صلی الله علیه و اهل بیتشون. به خصوص نکتهش اینه که برای هر معصوم یک صلوات مستقلی ذکر شده و در اون صلوات به شؤون اون معصوم اشاره شده. خیلی ذکر جامعی است برای این کسی بخواد مداومت بکنه. اما سوره والضحا. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرته خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. نکته اول درباره این سوره قبلا هم مورد اشاره قرار گرفت و اون این است که یک ارتباط محتوایی جدی بین این سوره و سوره انشراح وجود داره و بر همین اساس روایات وارد شده و فتوای فقهای امامی هم شاید اتفاق روش هست که در نمازهای واجب اگر کسی بخواد بعد از هم سوره بخونه این سوره رو انتخاب کنه، بعد این دو سوره با هم خونده بشه به منزله یک سوره هستن. بله. بله.
ولو در این که حالا این دو یک سوره هم هستن یا یک سوره نیستن، بحثایی بین فقها و مفسرین وجود داره، ولی در این جهت که پیوندی بین این دو سوره هست که اگر در نماز واجب که باید یک سوره کامل خونده بشه بعد از هم، کسی یکی از این دو سوره رو بخواد بخونه و سوره دیگری هم به همراه او بخونه، رو هم جای یک سوره کامل رو در فرائض و نمازهای واجب میگیره. و هر دو سوره هم خطاب به حضرت است و پیداست. بحث در باب یک سلسله مشکلات جدی است که در مسیر هدایت حضرت امت رو وجود داشته و خدای متعال به حضرت بشارت میدن، آرامش میدن. در سوره انشراح گذشت توضیحش که در دو مرحله بود این سوره، اما در سوره وضحا این سوره تقریبا ابتداعا میشه تقسیمش کرد به چهار بخش. البته این تقسیم بندی ها دقیق نیست. قسمت اول دو تا سوگند هست، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم سوره دو تا سوگند هست، وضحا و لیل اذا سجا، قسم به زها و قسم به لیل اذا سجا. زها به نور خورشید گفته می شود، وقتی که بالا میاد خورشید حوالی ظهر مثلا، بله، و بست پیدا میکنه، تعبیر به زها ازش میشه. گاهی به کل نور خورشید یا روز هم اطلاق زها میشه. و زها پرتو خورشید، خلاصه وقتی فراگیر میشه و خورشید میاد در وسط آسمان یا بالا میاد، اون موقع تعبیر زها میشه ازش. دوم و لیل اذا سجا، شب هنگامی که آرام میگیره، چون میدونید گویا شب به تدریج میاد دیگه، و لیل اذا یخشا، و پرده بس خوب بر خورشید میاندازد، و شمس و زهاها و القمر اذا طلاها و النهار و لیل اذا یغشاها، شب میاد گویا خورشید رو میپوشونه تا بیاد قرار بگیره. یه زمانی میبره که دیدید هوا بین روشن و تاریک هست، وقتی استقرار پیدا میکنه که کاملا هوا تاریک میشه و شب مستقر میشه. پس وقت سکون لیل رو بهش میگن و لیل اذا سجا. حالا این دوتا قسمی که در صدر سوره خورده شده مقدمه برای مطالب بعدی است. قسم به زها و قسم به لیل اذا سجا، ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو تودیع با تو نکرده، یعنی تو رو ترک نکرده است. تودیع اینجا به معنی ترکه، و ما قلا یعنی به تو غضب نکرده، نه نسبت به تو ربت غضب کرده و نه تو رو رها کرده. این قسمت دوم آیه. قسمت اول قسم ها، قسمت دوم هم که نتیجه این قسم ها هست. بعد در فراز سوم می فهمد ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولل سوف یعطی که رب بکر فتر. آخرت برای شما از اولا بهتر است، یعنی اون آیندهی که برای شما در نظر گرفته شده، اون آخرتی که برای شما در نظر گرفته شده از اولا بهتره، یعنی همه مسیر شما خیر است. این بهتری معناش همینه دیگه، ولی اون آخرت، اون پایانی که برای شما در نظر گرفته شده از این اولا بسیار بهتره. ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطی که رب بکفت ارزا، غیر از این خدای متعال به زودی به شما عطایی خواهد کرد، اونقدر به شما عطا میکنه که راضی بشید، عطا مطلق تا شما در حد رضای شما. بس اینم یه فراز سوره است که شاید فراز سوم سوره باشه. بعد اشاره میکنه به گذشته های وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و توضیح میدهد که آیا خدای متعال علم یجد که یتیمن، خدای متعال شما رو یتیم نیافت، فآوا، خودش به شما پناه داد و پناه شما شد، و وجد که ظالن فهدا، شما رو ظال نیافت، شما رو هدایت کرد، که این ظالن باید معنا بشه به معنی در گمراهی بودن حضرت نیست. حالا بعد اینو توضیح میدیم، شاید معناش همینه که هر مخلوقی به خودی خود فاقد هدایت دیگه، هدایت از طرف خدای متعال، یعنی اگر هدایت خداوند متعال نباشد همه در ضلالتن دیگه. و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا، شما رو عائل و فقیر یافت، به شما غنا داد، شما رو غنی کرد. پس این سه خصوصیتی که خدای متعال تبدیل کرده در وجود مقدس نبی اکرم. بعد این در فراز پایانی سوره سه تا دستورم میدن، بنابراین فعمل یتیم فلا تقهر، شما هم با یتیم برخورد قهرامیز نکنید، که
همراه با غلبه و تحقیر و تذلیل طرف مقابل هست، او رو ذلیل نکنید. و اما الیتیم فلا تقهر، شما هم و اما السائل فلا تنهر، نسبت به سائل برخوردتون برخورد راندن و از خود دور کردن همراه با شدت که نهر یعنی این نباشد. و اما به نعمت ربک فحدث، نسبت به نعمت‌های پروردگارتون هم تحدیث نعمت بکنید، گفتگو از این نعمت‌ها بکنید. این ترجمه بسیار نازل این سوره است. حالا ارتباط بین این فرازها چیست؟ این فرازها بله. حالا یک سوال جدی وجود داره، سوال‌های متعددی ذیل این سوره هست. یه سوال مهمی که شاید کلید فهم کل جریان سوره باشه این است که گویا از این سوره استفاده می‌شود که توهم این معنا می‌شده که خدای متعال این پیامبر رو رها کرده، بعد از اینکه دستش رو گرفته او رو رها کرده، او رو به پیغمبری رسونده ولی رهاش کرده، ادارش نمی کنه، گویا غضب کرده نسبت به ایشون. یه تمچین توهمی بوده که خدای متعال قهر و غضبی نسبت به حضرت دارن یا حضرت رو رها کردن، تودیعی با حضرت کردن. این توهم برای دیگران پیش اومده دیگه. بله، ظاهرش اینه دیگه. خدای متعال میخواد این توهم رو دفع بکنه. بنابراین فهم این که این توهم از کجا ناشی شده، چه اتفاقی افتاده که این توهم پیدا شده، در فهم این سوره دخیله. حالا من سه احتمال رو عرض میکنم. یک احتمالی که بزرگان فهمودن، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه همین احتمال رو تایید میکنن، میفهمن با قسمهای آغاز سوره هم خیلی تناسب داره، این است که گفتن بعد از اینکه حضرت مبعوث شد، وحی به حضرت رسید، حضرت پیغمبر شدن، مدتی وحقت شد. بعضی توهم کردن که خب یعنی چه اگه پیغمبر شدی چرا این ارتباط قطع شد، این رشته ارتباط، ارتباط خاصی که بین انبیا برقرار میشه، اون رابطه به نحو کامل برای حضرت برقرار شد در 40 سالگی دیگه. تجلی اعظم اتفاق افتاد در شب 27 رجب، مبعث اعظم تجلی های الهی واقع شد، بعد گویا قطع شد، توهم شد که گویا حضرت رها شده، یا نه خدای متعال غضب کرده، کاری از حضرت سر زده علیه بالله که قهر الهی موجب شده که رها کنن حضرت رو. خدای متعال میفرمان نه، و زها و لیل ازا سجا. مرحوم علامه میفرمان که این دوتا قسم هم خیلی تناسب داره، همینطور که ما روز روشنی داریم به دنبال روز روشن، یه شب تاریکیست، این شب تاریک معنیش نیست که خدای متعال به مردم غضب کرده که هوا تاریک میشه، که این یک نعمت است، اونم نعمت دومی است. اون سکون در شب با این روز روشنی که هنگام تلاش و فعالیت مکمل هم دیگه هستن. بنابراین اگر فاصله ای میفته، اون دورانی که به شما وحی میشه با اون فاصله رو هم دیگه با این دوران آرامش مکمل این ماموریت شما هستن، نه اینکه خدای متعال شما رو رها کرده، پیغمبرتون کرده رها کرده یا غضب بر شما کرده. این یک احتمال. احتمال دیگه‌ای که داده شده بعضی مفسرین فرمودن این است که خدای متعال این پیامبر رو دعوت به زهد در دنیا کرد، فرموده شما باید زاهد در دنیا باشید، همه دنیا رو رها کنید، پشت سر بگذارید، پشت پا به خوشی‌های دنیا بزنید، و باید هم همینطور باشه دیگه، هم حضرت هم امتش. اول قدمی که ما در سیر الالله به او دعوت میشیم زهد و فراغت از دنیاست. یعنی باید رها کنیم خوشی ها رو. ببینید از زهد هم مکرر عرض شده و زیر به کرمان بردن دیگه، اختیار داره. زهد معناش داشتن و نداشتن که نیست، معناش اون فراغت باطنی است که انسان اگر به فراغت رسید زاهد میشه، و طبیعتاً در مسیر این زهد سختی هایی وجود داره. ممکنه کسی تلقی کنه که خب خدای متعال پیامبر رو مورد غضب قرار دادن یا رهاشون کردن که باید دنیاشون با این سختی ها بگذره، می‌فرماد نه اینجوری نیست، ما بعد در کرب بکنم ما غلا. به این روایت هم استشهاد کردن که وجود مقدس نبی اکرم وارد شدن در فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها، دیدن دارن با دو دست ظاهرن آرد آسیا میکنن و لباسشون هم پوشش بسیار خشن و نامناسب برای حالا شؤون ظاهری ایشون است، ولی در روایت داره چادرشون گاهی 12 تا وصله داشت. بله، عایدات فدک هم داشتن، اون عایدات عظیم رو داشتن و 12 تا وصله هم گاهی به چادرشون می‌خورد. اون سختی رو وقتی مشاهده کردن، اش تو چشمان ایشون گشت، فهمودن
تعجلی مرارت الدنیا به نعیم الاخره. این تحمل این سختی ها رو بکنید در مقابل اون نعمت آخرت. حضرت خدا رو حمد کردن فرمودن این سختی نیست، الحمدلله. خدا رو شکر کردن در مقابل نعمت ها و آلائشون، شکر عظیمی. این آیه نازل شد ولسوف یعطیک ربک فترضی، پس که انه در مقابل این سختی هاست که این زهد و فراغتی که باید داشته باشن، این زندگی زاهدانه آخرت. در مقابل این زندگی زاهدانه خدای متعال وعده آخرت میده. این زندگی زاهدانه و طلب این زندگی از حضرت به معنی قهر و غضب بر حضرت نیست. احتمال سوم که نزدیک همین احتماله ولی شاید لطیفتر و دقیقتر از این احتمال باشه، این است که ببینید زندگی این پیامبر و امتشون همراه با سختی های بسیار سنگین. خود این پیامبر قبل از بعثتشون چه رنج های عظیمی کشیدن برای اینکه آماده بعثت بشن. تحمل این وحی مقدماتی میخواسته دیگه. خدای متعال ریاضت داده این پیامبر رو تا آمادش کرده برای این مقام. بله. در زیارت جامعت و ائمه المؤمنین تعبیر بسیار زیبایی است، لا یسبقکم ثناء الملائکه بالاخلاص والخشوع ولا یضادکم ضبط حال و خضوع. هیچ ملک مقربی در خشوع در مقابل خدای متعال و ثناء الهی بر شما سبقت نمیگیره. اونایی که صاحب حال ابتهال و خضوع هستند احدیشون بر شما سبقت نمیگیره و هم عرض شما نمیشن. لا یضادکم ضبط حال، چرا؟ انا ولکم القلوب اللتی، چجوری میتونن ملائکه هم سنگ شما بشن در حالی که شما قلوبی دارید که تولل الله ریاضتها، خدای متعال مستقیم ولی قلب شماست و ریاضت قلب شما رو خودش متولی شده. بالخوف و رجا، شما رو ریاضت داده قلبتون تا وجعلها اوئیتا للشکر و الثناء، تا ظرف حمد و شکر شده. لواء هم تو عالم دست شماست، ظرف هم تو عالم قلب شماست، هر حامد دیگری زیر پرچم شماست، همه حامدین عالم لواء هم دست حضرت. بله. پس هیچ ملکی در ثناء الهی بر شما سبقت نمیگیره. این ریاضتی که خدای متعال میدهد، این سختی هایی که میده، انبیا بیش از همه دوچار سختی بودن دیگه. ان اشد الناس بلاء الانبیا ثم الذين يلونهم، هم قبل از بعثتشون هم بعد از بعثتشون. سختی های بعد از بعثت خیلی هاش سختی هایی است که برای شفاعت امت. این پیامبر برای اینکه یه امتی رو ببرد باید رنج بکشه دیگه، پیغمبر دیگه، رنج بردن امت. لذا بار سنگین رو دوش حضرت گذاشته میشه، ابتلاعات عظیمی پیش میاد که این ابتلاعات برای شفاعته. یه قسم از زحمات انبیا و بلاشون برای هدایت دیگران بوده دیگه. بله. کما که در باب نبی اکرم هم مکرر عرض کردیم که بخش عمده‌ای از تلاشی که میکردن و رنج هایی که میکشیدن برای بردن یک امت تاریخیه، بلکه همه اول و آخر امت حضرتن. برای بردن این امت باید یه رنج عظیمی بکشن تا بتونن قلوب رو هدایت کنن، قلوب رو از شرک و زلالت نجات بدن. مصداق بارزش هم همین عاشورا دیگه، شما بارها اشاره کردید. بله، عاشوراست دیگه. پس بنابراین این وجود مقدس بخش عمده ای از زحماتی هم که میکشیدن، رنج های فراوانی براشون پیش میامده برای هدایت امت. پس یه قسمت دشواری هایی است که برای خود انبیا بوده که اشد الناس بلاء بودن. در بین انبیا ما اوزی یا نبی و مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشده، چون بناس هدایتی که ایشون آورده هدایت سنگین تری است، ماموریت عظیم تری است، وسیع تری است. طبیعتا دشوار، دشمن های بزرگتری هستند، طبیعتا دشواری های بیشتری است. پس این پیامبر رنج فراوانی بردن، امتشون هم همینطوره. وقتی پیامبر آمدن میدونید مدت ها مثلا در مکه در محاصره بودن، در شعب ابی طالب، بعد آمدن مدینه، جنگ های فراوان. اصحاب صوفه داشتن که گاهی غذایی برای خوردن نداشتن، در بعضی جنگ ها یه خرما رو در نقل داره چند نفر در یک روز تقسیم میکردن میخوردن. این همه رنج در مقابل اون همه گشایش هایی که به حسب ظاهر برای کفار قریش و دوربر حضرت و ایران و روم، و کسی نگاه بکنه بین این دو، این انسان که محدود نگر هست وقتی نگاه میکنه میگه شما چطور ادعا میکنید بر حقی؟ این چه حقی است؟ این سوال تاریخی هم است، یعنی در مقابل همه انبیا این سوال بوده. انبیا وقتی میآمدن همراه با آمدنشون دشواری ها میآمده. این
حالا بعد عرض میکنم این سنت الهی است دیگه. و ما ارسلنا فی قریه من رسول، حالا غلط نخونم، ولقد ارسلنا، حالا این آیه متعددین در قرآن بله. آمده این آیه رو تقدیم، ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما قبل از شما هم پیغمبرانی میفرستادیم، هر پیامبری میآمد دنبال سختی ها میآمد. این سختی ها برای چی بود؟ برای اینکه اینها به مقام تضرع و خشوع و بندگی برسن. وقتی پیامبر میاد، خدایی که رب است، بستر بیرونی پذیرش این دعوت رو هم خدای متعال فراهم میکنه. سختی ها همراه با این پیامبر میاد. خب این سختی هایی که همراه با انبیا میشده موجب میشده یه عده کم کم در حقانیت انبیا شک میکرد، حتی پیروان خودشون. بله، ما میگفتیم مال شما بیاد همه چی آباد میشه دیگه. به موسی کلیم میگن قبل از اینکه بیای بنی اسرائیل ما در سختی بودیم، الان هم در سختی هستیم، چه تفاوتی کرده؟ صریح آیه قرآن. شما میگید خدا با ماست. بله، خدا با ماست. اگه خدا با شماست که همه چی اون طرف است، که همه خوشی و نعمت دست فرعون، قدرت و ثروت و امکانات، و اونا غرق در بهجت و لذتن. شما آمدی، ما گفتیم جابجا میشه، این خوشی ها میاد طرف ما، سختی ها میره اونور. شما هم که آمدی هنوز تقسیم بندی همینجوره. اونا در خوشی هن، ما در رنجی. قناعت فرمودین. این چه جوری میشه؟ این لابد خدا شما رو رها کرده، شما رو فرستاده رهاتون کرده. اگر خدای متعال کمکتون میکرد، فقط یه ماموریتی نمیداد، یه ماموریت ابتر، شما بعد وقتی میآمدید همراه با شما نصرت بیان، ملائک، همه چی درست بشه دیگه. این انتظارات ظاهری ماست، همه چی بشه اون چیزی که ما میخواییم. بله، یعنی آباد بشه، آبادی بله. که ما بهش میگیم آبادی، ما میگیم. ها بله. چون آبادی در نگاه ما با در نگاه خدای متعال کاملا متفاوت، متفاوته با نگاه اولیاء خدا. ما آبادانی و توسعه‌ای که ما بهش میگیم توسعه، در اونور اصلا توسعه بهش نمیگن، آبادانی هم بهش نمیگن. نمیخوام بگم، حالا اینو عرض میکنم، دین دنبال ایجاد رفاه و امنیت برای مردم نیست. نه، اصلا اینطوری نیست. دین حتما رفاه میاره، امنیت میاره، ولی این نگاه که ما خیال کنیم دین میاد با هدف این که زود مشکلات حل بشه، شکم ها سیر بشن، اینطوری نیست. انبیا میان یک هدایت برتری رو میارن تا بسترهای پذیرش این هدایت فراهم بشه. یک امتحانات سختی از عباد گرفته میشه دیگه. میدونید امر توحید اینجوریه دیگه. امر توحید وقتی میخواد بیاد، انک کادهن الی ربک کدحن فملاقی، هر قدم گشایشی بخواد بشه، فتحی بخواد بشه، دری از به روی انسان از وادی توحید باز بشه، رنج ها و ریاضت ها لازم برده بشه. بخشی از این ریاضت ها رو به ما دستور دادن خودتون ببرید، بخشش هم خدای متعال خودش فراهم میکنه. در داستان جنگ احد که خیلی به مسلمان ها سخت گذشت، واقعا حادثه سنگینی برای مسلمان ها بود، خدای متعال میفرماد ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. بناس اون چه در باطن شماست مورد ابتلا قرار بگیره و قلبتون پاک بشه، ما فی صدورتون تمحیص بشه، خالص بشه، صدورتون خالصه برای خدا بشه. پس من وقتی انبیا میان این سختی ها هست، همه امم هم اینجوری بودن. عرض کردم آیه خوندم، از این دست آیه هم زیاد داریم، ما ارسلنا فی قریه من نذیر، حالا غلط نخونم آیه رو، اگر غلط خوندم عزیزان خودشون صحیحش رو ببینن. الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، یعنی همیشه در همه دوره ها همین بوده، لعلهم يتضرعون. خب اگر کسی این نگاه رو بکنه، میگه خب شما آمدی پیامبر، خب یه روز، دو روز، ده روز، 20 روز، 23 سال شما پیغمبرید، حالا در مکه سالهاست شما هستید، ما گفتیم مشکل حل میشه. تو مدینه آمدیم گفتیم حالا حکومت تشکیل دادید، حالا مشکل حل میشه. هر روز کار از کار دشوارتر میشه. نهت فهمونید. و این دشواری نهت بکنید تو امت حضرت هست تا عصر ظهور، میبینید دیگه. گشایش های موقت بوده. تا عصر ظهور این سختی ها هست. به خصوص الان که میبینید دوره چیرگی ظاهری قدرت های مسلط و مستکبر و مادی در جهان هست، ممکنه کسی توهم کنه که خب پس رها شدیم ما دیگه. این چه حقانیتی است؟ همه امکانات قدرت اون طرف، شما ادعای حقانیت میکنید. اتفاقا این شبهه همین امروزه. این شبهه امروز شبهه دیرین همه امم بوده. به انبیا میگفتن اگه شما حقید پس علائم حقانیتتون کو، همه قدرت و نهت فرمودید، همه چی اون طرفه. بله، در جنگ ها هم اتفاقا همه حرفا رو به انبیا میزدن، گفتن اگه به حضرت در جنگ احد، همین در سوره آل عمران میگن اگه ما بر حق بودیم این صحنه ها برای ما پیش نمی اومد، عین همه حرفو میزدن. نباید کشته میشدیم، نباید این صحنه های سخت پیش می اومد اگر حق با ما بود، اگر واقعا چیزی دست ما بود. بنابراین چیزی دستتون نیست، این شکست ها، این سختی ها
علامت. پس این احتمال سوم که منشأ توهمی است و در یک مقیاس بزرگتر و تاریخی تر و دقیق تر. بله، که خلاصه انبیا وقتی میان به خصوص وجود مقدس حضرت با اون هدف عظیمی که میان، یک سختی های عظیمی در مسیر خودشون هست که اعظم ابتلاعات عالمه، باید بار عالم رو بردارن. یه سختی های سنگینی برای امتشون پیش میاد. این سختی ها ممکنه این توهم رو ایجاد بکنه که خدای متعال این پیغمبر رو رها کرد. نهت فهمید. حقانیتی در کار نیست، وحیی نیست، هدایتی دیگه نیست. اگر بودم تمام شده. یه حقانیتی اول راه بوده، بعد رها شده، مسیر گم شده. نهت فهمید. قرآن میفهمد نه اینجوری نیست. پیغمبر ما واللیل اذا یغشا و النهار اذا، ما شب و روز داریم. همه اینا مکمل هم دیگه هستن. اینطور نیست که وقتی شب تاریک میشه بعد خدا متعال به مردم غضب میکنه، که او برای یه جهت، این برای یه جهت دیگری است. بله، ما یه روز روشنی هم داریم، و الضحا و اللیل اذا سجا. بله، اون میاد دوره ظهور، اون دوره ظهاست. ولی این دوران که دوران سختی است، دوران درگیری است، این به معنی غضب خدا، قهر خدای متعال، رها کردن این پیام، این پیامبر ازلا و ابدا تحت حمایت خدای متعال بوده. بنابراین توهم غلطه. به طور کلی یه سنت الهی است دیگه، یک سنتی است از طرف خدای متعال که وقتی پیغمبر میفرسته همراه پیامبر سختی ها میاد. این سختی ها برای اینه که مردم آماده بشن. ان امرنا صعب مستصعب، تحمل ولایت الله، تحمل ولایت معصوم امر دشواری است، باید آدم آماده بشه. این آمادگی بخشش با تکالیف ماست، بخش عمدهش با ریاضت هایی است که خدای متعال خودش تدبیر میکند. رب ماست دیگه، بسترهای عالم رو فراهم میکنه، سر راه ما قرار میده. بله، که ما برسیم. از اختیار ما هم گاهی بیرونه دیگه، بیرون از اختیار ما. خدای متعال داره تدبیر میکنه این سختی ها رو برای یه جامعه، گاهی فردی، گاهی جنبه اجتماعی، برای اینکه سیرشون بده. بعد قرآن میفهمد ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر به مرحله ایمان و تقوا میرسیدن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، درهای آسمان و زمین به روشون بار میشد. همه خیرات مال متقینه، مال اهل ایمانه. اونا اگه چیزی میخورن از کنار دست مؤمنین میخورن، نه اینکه اونا اصلا. راحت میفرمایید؟ ولی این مقدمات برای اینه که اینا به تقوا و ایمان برسن. اگه به اون مرحله رسیدن که دیگه آمده شده نعمت ها اونا رو مشغول نمیکنه، همه درها برشون باز میشه. تا به اونجا هم نرسیدن که آمده شد ها اونا رو از هدف غافل میکنه، وقتی پیغمبر میاد ما درها رو میبندیم تا غافل نشن، دنبال این پیامبر راه بیفتن، به رشد برسن. وقتی به رشد رسیدن، همه درها برشون باز میشه. این قسمت اوله. بسیار خوب. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا ایشالله برمیگردیم در بخش بعدی همراه شما و خدمت آقای میر باقری عزیز و بزرگوار مخواهیم بود. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. دیگه تقریبا به نیمه های قرآن رسیدیم. ایشالله تمام زندگیمون منور به نور قرآن باشه، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. صفحه 301 قرار امروز دوستان ما در سمت خداست. آیات 62 تا 74 سوره مبارکه کهف. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل و سلم علی رسول و آل النبی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال
إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. 6-7 دقیقه شاید تا پایان فرصت داریم، وقت در اختیار جای میرباقری ادامه بحث شما رو خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از شد خدا متعال به پیامبر گرامی میفهمد این سختی هایی که در سر راه شما و امت است و یه سختی های تاریخی و مستمری هم است، این به معنی نیست که شما و به تبع شما امتتون رها شدید یا خدای متعال به شما غضب کرده، بلکه اینها مقدمه یک گشایش بعدی است. اینها دوران گذاره، دوران عبور به سمت اون دولتی است که خدا به حضرت وعده داده، که بعد دو نمونش تو این سوره ذکر شده، ولل آخرت و خیر لک من الله. یکی این آخرت، این آخرت در بعضی روایات تفسیر شده به رجعت حضرت، که شما یه رجعتی دارید، اون وقت اون دوران بهتر. این دوران شما هم دوران خوبی است، دوران سازندگی و سیر جامعه و امت است تا برسن به دوره رجعت، چون گشایش رهایی و فرج اصلی است. این یک که میشه ظهور و بعد از ظهور هم رجعت، ولل آخرت و خیر لک من الاولا، که میدونید دوران ظهور دوره است که حضرت نورشون تجلی میکنه تو عالم، مکرر آیاتشو ملاحظه فرمودین، و الضحی و اللیل اذا سجا، یا مثلا آیات دیگه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، وقتی روز فرا رسید اون خورشید در این روز تجلی میکنه، یعنی خورشید نبی اکرم تجلی میکنه، بیت النور نبی اکرم میشه همه عالم، همه وارد بیت النور میشن تو عصر ظهور دیگه، همه مؤمنین، ظلمت برداشته میشه، اون شب تاریک میره، بیت النور حضرت خورشید واقعی اون وقت میان دیگه در واقع. پس ببینید دوران رجعت حضرت و دوران ظهور و بعد رجعت، دوران تجلی نور نبی اکرم و ظهور اون نبوت نبی اکرم و اون هدایتی است که حضرت از عالم بالا آوردن. هدایت حضرت از سنخ نور دیگه، الله نور السماوات و الارض، ای خدا، درسته؟ این هدایت و نوری که پیامبر با خودشون آوردن تجلی میکنه، این شمس تجلی میکنه، میشه دوران روشن، همه دیگه در فضای نورانی به بیت النور نبی اکرم زندگی میکنن، اونجا همه چی در اختیار است، ولی اشخاص هم رجال لا تولی امتجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، لذا گشایش اول برای حضرت اینجاست. این گشایش هم از سنخ توسعه نیست، من با صراحت عرض میکنم، در بزرگانی فرمودن و هم که قطعا از سنخ توسعه غربی نیست، که حالا خیال کنید این عدالت و این رفاهی که اینها میگن یه خورده بالاتر و بهترش برای وجود مقدس امام زمان رقم، اصلا این مقوله نیست، این مقوله جمع میشه یه جهان دیگری محقق میشه، جنسش کلا فرق میکنه، بله جنسش متفاوت است، این جنسی نیست، کما اینکه بهشت این جنسی نیست، یه عالم رفیع تری است با مناسبات رفیع تری، اصلا ظهور معناش همینه، ولی چه اتفاقی میفته اگر بنا باشه همین دستگاه باشه، فقط یه ظهور جسمانی تعریف بکنیم،
حقیقت نبوت و ولایت ظهور پیدا میکنه، جهان دیگری میشه، مناسبات جهان متفاوت و فرق میکنه. بنابراین ولل آخرت و خیر لک من الاولا. دوم ولل سوف یعطی که ربک فترضا، یک آینده دیگری است که اونقدر خدای متعال به شما میدهد که راضی میشید. اون آینده که باز همون اون قیامت. قیامت که در قیامت اون حضرت شفاعتی که میکنن انقدر دستگیری میکنن و اونقدر درجات رو بالا میبرن، فقط به لحاظ کمی نیست ولی سوف یعطی که رب بکفت ارزا که شما هر کس رو بخواید میتونید دستگیری کنید، نه، شفاعت شما ظاهر میشه تو اون عالم. میدونید حضرت شفاعتش از قبل بوده دیگه، شفاعت در بهشت، شفاعت در توحیده، چون بهشت داره توحیده دیگه، سمن و توحید الجنه. شفاعت در بهشت اینه که مردم وارد وادی توحید کنن، این از قبل شروع شده، ظهورش در قیامته. همه امم مرهون این شفاعتن، بدهکارن. روز قیامت حتی انبیا باید دستگیری بشن، تو درجاتشون قرار بگیرن، بعد امت خودشونو شفاعت میکنن. ولی شفاعت اصلی مال حضرته. اون چه به حضرت میدن فقط کمی نیست که هر کی رو بخواید دستگیری کنید، هر قدرم بخواید ببخشید دستتون رو باز میگذارن. هر مقامی از مقامات توحید رو که بخواهید بدید، موحدین رو درجاتشون رو بالا ببرید، ولا سوف یعطی که ربک فترضا، هر مقامی از مقامات بهشت رو بخواید اینقدر میبخشیم که شما راضی بشید. مقام محمود حضرته، بله، که ثمره مقام محموده. بله. خدای متعال این اذن رو به حضرت دادن که یعطی که ربک فترضا فترضا. لذا دیدید نقش شده این آیه یک بار که جبرئیل آورد داره حضرت، وقتی بود حضرت در بستر شهادت و رحلت بودن، جبرئیل آمد و همه آسمان رو آماده کرد، این ملائکه در صف در صف منتظر، فرمود چیزی بگید من خوشحال بشم، آرامش پیدا کنم. از که چه چیزی شما رو خوشحال میکنه؟ فرمودن با امت من چی میشه. جبرئیل رفت این آیه رو آورد، ولی سوف یعطی که ربک فترضا. بنابراین دشواری های امت دو روز قطعی در پیش رو داره که سامان قطعی پیدا میکنه، یکی ظهور، یکی هم قیامت. شما توی نگاه بلند ببینید، این نگاهتون کوتاه نباشه، نگاه کوتاه باشه آدم فقط امروز رو ببینه، بله میگه اینها در دشواری هستن، اونها در رفاه، ولی در یک نگاه این کار عظیمی که پیامبر میکنن، این شخصیت بزرگ، معطوف به امروز و فردا که نیستن، که معطوف به یک امد طولانی هستن. میفهمد ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولل سوف یعطی که ربک فترضا. بنابراین در مقابل این دولتی که به اهل باطل میدیم و خوشی های ظاهری که همش هم همراه با رنجه، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، این معیشت زنگ، این چشم شما امت رو خیره نکنه. لا تمدن عینیک الا ما متعناهم به زهرت الحیات الدنیا، یا آیه رو باز یک کلمه شو زن نخوندم، ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا، نگاهتون به این متاعی که به اونها دادیم نباشه، درسته؟ بنابراین در مقابل این اگر کسی با اون نگاه ببینه، یک دولتی در دوره ظهور و رجعت و قیامت هست که دولت نبی اکرم است و امت نبی اکرم به اون فرجها و گشایش میرسن. این دوران هم دوران خوبی است، ولل آخرت و خیرون، نه اینکه این دوران دورانم، این دوران مقدم است، اگه این دوران نگذره امت اون دوران رو نمیتوانه درک بکنه، ولذا خوبان این امت رجوع میکنن، رجعتی دارن در اون دوره، هم در قیامت هم در دوره رجعت دوباره میان و اون دوران رو درک میکنن، دورانی که ولایت حضرت ظهور پیدا میکنه، هدایت حضرت تجلی پیدا میکنه، اون نعیم حضرت محقق میشه. بنابراین پس جو ظاهر رو نبینیم و خیلی جلوتر رو ببینیم، و این آینده یا آینده نزدیک است. قرآن وقتی راجع به قیامت یا ظهور صحبت میکنه، تعبیرش این علیس صبح بقریب، صبح نزدیک نیست، تمام میشه دیگه، و الضحا و اللیل اذا این شب تمام میشه، نت میفهمید علیس صبح به قریب. همه این سختی های دوران بعثت نبی اکرم و دوران بعد تا ظهور، این سختی است که گذرا هست و این شهر صدر هم میخواد. البته عرض کردم یه تحول معرفتی میخواد که انسان بتوانه این قرب رو درک بکنه، و الا به ما گفتن که شما ظهور رو قریب بدونید، اگه دور دیدید ظهور رو، اگه قیامت رو دور دیدید، مبتلا به قساوت قلب میشید، ولی این تحول معرفتی میخواد دیگه. این تحول معرفتی باید در ما پیدا بشه. بنابراین این قسمت بسیار اول و این احتمال سومی که شما اشاره کردی و این نکاتی که گفتی، مضمونش و مفهومش با مفاهیم سوره انشراح خیلی به هم پیوسته است و نزدیکه. بله دیگه، اونجا رنج خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و یه تکلیف سنگینی که رو دوش حضرت آمده که نسب امیرالمومنین، که خیلی سختیه و سختی های بعدش، و حضرت میگن نه، همینطوری که بار سنگین شما رو تا اینجا ثبوت کردیم،
فإنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب. اون رنج بعدی هم یسری به دنبال داره. فإذا فرغت فانصب. اون کار سنگین رو هم انجام بده، نبوت به انجام رسید، ولایت رو هم به انجام برسونید، گشایش با خدای متعال است، خدای متعال گشایش میکنه. اینجا بحث امت، امت در رنج افتادن، ممکنه احساس کنن که خب رها شدن دیگه، خدای متعال این پیغمبر و امتش رو رها کرده. میفهمید اینجوری نیست، پیغمبر ما که گفتیم برو دست این امت رو بگی، ما شما رو رها نکردیم. این سختی ها هست، به دنبالش گشایش هایی هم هست، صبر کنید تا اون گشایش ها بیاد انشاءالله. آخر ممنون، متشکرم. انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم که هفته بعد هم انشاءالله دوستان پیگیر باشن مباحث جای میر باقری عزیز رو، انشاءالله جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از بهترین شیعیان و امت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون قرار بده انشاءالله. انشاءالله. و صلوات بی پایان خودش رو بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون نازل بفرما. الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی امیر باقری، خیلی ممنون از شما دوستان خوبمون. انشاءالله در این ایام بهترین ها نصیبتون بشه. باز هم تسلیت میگم ایام رحلت نبی مکرم اسلام رو، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام رو. گفت تو نوح نوحی اما قصت شور دگر دارد، که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما جای بیمان. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.